با سلام، من کوروش پارسا از برنامه به سوی مسائل گذار به سوی جمهوری، دموکراسی، توسعه و رفاه هستم. مهمانان گرامی امروز ما جناب آقای دکتر منصور فرهنگ، استاد علوم سیاسی دانشگاه بنینگتون در ورمانت، و جناب آقای دکتر مهداد درویشپور، استاد جامعه شناسی دانشگاه در ملاردن در سوئد هستند. هر دو از فعالین و تحلیلگران سیاسی جمهوری خواه هم هستند. با درود به آقای دکتر فرهنگ، آقای دکتر درویشپور. سلام عرض میکنم به شما و جناب فرهنگ گرامی و بینندگان این برنامه. سلام به دوستان و خوشحالم که در خدمت آقای درویشپور و شما هستیم. امروز قرار راجع به انتخاب بایدن و تبعاتش، برجام و احتمال مذاکره و مسائل مربوط به اون صحبت بکنیم و گفتگو بکنیم، ولی قبلش چون سالگرد خیزش آبان هستش و بنا به گزارش‌های تا 1500 نفر هم کشته شده بودن در این تظاهراتی که همین سال گذشته انجام شد و اعتراضاتی که انجام شد، اگر نکاتی رو شما در این ارتباط دارین لطف کنین با بینندگان در میون بگذاریم ممنون میشم. اگر به ترتیب اگر شروع بکنیم به ترتیب سنی آقای دکتر فرهنگ و بعد آقای دکتر درویشپور. در این مورد خبر جالبی که برای علاقه من دارم اینه که عفو بین الملل و دیدبان حقوق بشر به طور مشترک یک برنامه مجازی گذاشتن در رابطه با کشتار آبان یک سال قبل، که فردا ساعت 2 بعد از ظهر به وقت نیویورک پخش میشه و من این لینک این رو برای شما میفرستم که این رو بین دوستان پخش بکنید. در کنار اون امنستی عفو بین الملل یک داکیومنتری بسیار جالبی درست کرده که اون رو هم من امروز صبح دیدم، به سکوت، این که اینترنت رو به کلی بسته بودن. اونم داکیومنتری بسیار مستند بسیار جالبیه که هر دوی اینا، و این یکی از موارد استثنائیه که عفو بین الملل و دیدبان حقوق بشر دارن با هم کار مشترک میکنن در رابطه این جنایتی که در ایران اتفاق افتاده، و اهمیت و ارزش این کار مشترک برای ما واقعا مهمه و امیدوارم که دوستان در پخش و ارائه اون به دیگران کوشا باشند. با تشکر جناب آقای درویشپور، بفرمایید. بله، خیزش آبان در تداوم، در واقع خیزش دی 96، جلوگر چند حادثه و رخداد در جامعه ایران بود. از یک سو این واقعیت رو نشون داد که گرچه اعتراضات در ایران به شکل انباشته شده روزافزون نیست، چنین نیست که هر روز دامنه گسترده تری بگیره و به این معنی ما با یک موقعیت یا اطلاعی انقلابی در جامعه روبرو نیستیم، اما برآمد خیزش آبان در فاصله یک سال و نیم شاید بعد از خیزش دیماه نشان داد که ما با یک مبارزه زنجیره‌ای در ایران روبرویم. یعنی این اعتراضات نه اعتلای فراگیر پیدا میکنه که به چالش یک پارچه کل حکومت و به زیر کشیدن آن منجر بشه، نه در این حال این جنبش ها و خیزش ها به رغم افت هاشون، سرکوب هاشون، به صلاح دوچار رکود میشه. چنین اتفاقی نمیفته، بلکه ما شاهد تداوم زنجیره‌ای اعتراضات هستیم. یعنی بعد از دی میبینیم در مثلا خوزستان، در هفت تپه، در نقاط دیگر این اعتراضات شکل گرفت و در جریان خیزش آبان دوباره یک بغض ترکیده‌ای فراگیر به مراتب گسترده تر از دیما اتفاق افتاد که به همین دلیل با سرکوب به مراتب وحشیانه تر روبرو شد. چه آمار چند صد نفر دقیق باشه، چه آمار 1500 نفری که گفته شده از کشته شدگان، خود حکومت اعتراف کرد بر این که اگر، حتی امروز هم اعتراف میکنن که اگر آن را با قاطعیت سرکوب نکرده بودن، این حکومت میتونست در واقع با یک انقلاب روبرو باشیم. این نگرانی جدی است که حکومت با اون روبروه. بنابراین
اگر ما در سالگرد خیزش آبان میبینیم که امروز خیابان‌ها پر از به اصطلاح تحرکات و تعرضات نوینی نیست، این به هیچ وجه به معنی فروکش کردن اعتراضات یا به معنای پایان یافتن انزجار مردم از این حکومت یا زمینه‌های نارضایتی‌های اقتصادی اجتماعی که باعث شد نیست، بلکه این نشانگر این واقعیت هستش که همون جنبه زنجیره‌ای بودن اعتراضات که گفتم جریان داره. ما در کی و کجا ممکنه با یک خیزش گسترده‌تر از آبان روبرو بشیم بر من روشن نیست، ولی در فطرتی که کرونا این روزها ایجاد کرده، یعنی چنان مسئله کرونا امکان تجمعات گسترده رو دشوار کرده، این تونسته تا حدی به حاشیه برونه. مسئله این سرکوب خشن هم به حاشیه رونده تا حدودی، اما ارزیابی من اینه که همونطور که حتی خود برخی از مسئولان حکومت اشاره کردن، خطر یک انفجار اجتماعی دیگر به مراتب گسترده تر پیش رو هست، غیر قابل چشم پوشی از این به صلاح امکان. و تأکید بکنم که رویج خشونت آمیز حکومت در برخورد با این ماجرا فقط میتونه زمینه های خشونت در جنبش های اجتماعی، خیزش های اجتماعی رو رشد بده، که طبیعتا برای مایی که طرفدار تحول مسالمت آمیز در جامعه هستیم و نمیخواهیم که جامعه به خشونت کشیده بشه، شاید این تحمیل قهر به جامعه امری مثبت نیست. اما اجازه بدید من این رو عنوان بکنم، حتی در اعتراضات بعدی که دیدیم در گفتمان سیاسی جامعه، خوشبختانه آبان باعث نشد که گفتمان قهر جایگزین میشه. اگر ما به دوره پهلوی نگاه کنیم، سرکوب بعد از جنبش 32 و اعتراضات حتی اعتصابات سیاسی کارگری سالهای 39 بعد از آن، ما دیدیم که حتی یک جنبش مسلحانه شکل گرفت. امروز خوشبختانه همچنان افکار عمومی جامعه ایران به نظر میرسه که به مبارزه مسالمت آمیز بیشتر باورمند هستش و به نظر من این بخت چالش حکومت اسلامی رو افزایش خواهد داد. در دور بعد خواهم گفت که چگونه اتفاقا برچیده شدن، در واقع کنار رفتن ترامپ، کاهش تنش‌های بین المللی به نظر من زمینه یک برآمد جامعه مدنی رو گسترده تر خواهد کرد، و چنین نیستش که جامعه مدنی تضعیف خواهد شد و یا با رکود گسترده تر روبرو خواهیم شد. به نظر من این جنبش خصلت زنجیره‌ای به هم پیوسته اعتراضات، با توجه به اینکه تمام نارضایتی‌های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی پابرجاست، دوباره به یک به اصطلاح برآمد نوین روبرو خواهد شد. کی و کجا، جرقه انفجار کجاست، بر من روشن نیست، ولی جامعه به گمان من آبستن این تحول هست. خیلی ممنون. خب با توجه به اینکه جناب درویش پور بحث مفصلی در این مورد تقریبا ارائه دادن، من سوال بعدی رو طرح میکنم آقای دکتر فرنگ، ولی اگر خواستید چند دقیقه هم در ارتباط با صحبت‌های ایشون هر کدوم از شما اول میتونین لطف بکنین نظراتتون بدین، ولی سوال اصلی من فعلا این هستش که انتخاب، با توجه به اینکه به نظر میرسه که 306 تا الکترال مثلا رأی مجمع برگزیدگان رو برای بایدن تقریبا هست، با اینکه تایید نشده و این پروسه نهایی نشده، ولی مطبوعات آمریکا دارن ایشون یه مدتی از شنبه گذشته ایشون رو برنده اعلام کردن و این طبعا به نظر میرسه که اینطوری باشه. نظرتون راجع به سیاست احتمالی ایران بایدن با توجه به حرفای انتخاباتی و تیمی که داره اینا رو بررسی میکنه در درون اونها، آقای دکتر فرهنگ چی هستش؟ ضمن اینکه در اول همونجوری گفتم نسبت به، اگر نکته‌ای در ارتباط با صحبت‌های آقای دکتر درویش پور هم دارین ممنون میشم مطرح بکنید. به هیچ وجه آقای دکتر درویش پور مسئله به صورت انگیزه های این قیام و احتمالات آینده رو خوب توضیح دادم، و فقط من تکرار میکنم که از اینکه این سازمان های حقوق بشر بین المللی توجه خاصی به این مسئله کردن و این برنامه مشترک رو درست کردن و همینطور مستند عفو بین المللی که من براتون لینکاش حتما میفرستم بعد از این گفتگو، بسیار جالبه در واقع تأییدیه صحبت های آقای درویش بود.
ولی در رابطه با آمریکا اجماع، در آمریکا اجماع کارشناسان اینه که علارغم رفتار و کردار غیر عرفی آقای ترامپ، این ریاست جمهوری جو بایدن از 20 ژانویه شروع میشه و تردیدی نیست که در آمریکا در بین کارشناسان و حتی سیاستمداران این اجماع وجود داره که بازگشت به برجام به نفع سیاست خارجی آمریکاست، برای اینکه مهار برنامه هسته‌ای ایران مورد تایید هر دو حزب. ولی نکته مهمی که در اینجا باید به خود پیش اضافه بکنم این که حتی اگر ایران برگرده به غنی‌سازی اورانیوم در چارچوب تعهدات خودش به برجام، یعنی اون زمینه‌ای و یا پیش‌شرطی که بایدن برای بازگشت به برجام تعیین کرده، ولی این حدود تا حدودی میتونه از نظر تبلیغاتی تنش زدایی بکنه بین آمریکا و ایران، ولی واقعیت امر اینه که تا زمانی که ایران سیاست خارجی خودش رو در منطقه ادامه میده، یعنی موجودیت اسرائیل رو مورد سوال قرار میده و به حزب الله کمک نظامی میکنه، به حماس کمک نظامی میکنه، در عراق، در سوریه، در یمن به چریک های شیعه کمک های نظامی اقتصادی میکنه، تقابل بین آمریکا و حتی اتحادیه اروپا و ایران اجتناب ناپذیر. و اگر ایران واقعا بخواد تخطی بکنه و غنی‌سازی اورانیوم رو بخواد به 20 درجه برسونه از نظر کیفی غلظت و مقدار، احتمال زیادی داره که اسرائیل دست به اقدام نظامی بزنه و دست به اقدام نظامی زدن اسرائیل به طور اجتناب ناپذیر حمایت آمریکا را به عهده داره. بنابراین تغییر و تحول اساسی به این شکل که فرض بکنیم که جمهوری اسلامی باقی میمونه و بخواد روابط عادی تجاری، اقتصادی و دیپلماتیک با جهان غرب داشته باشه، این مربوط به تغییرات در مواضع و رفتار ایرانی. یعنی در واقع کلید قضیه در اینجاست که ایران این سیاست 42 ساله‌ای رو که در رابطه با صدور انقلاب و دخالت نظامی در امور کشورهای دیگه داشته خاتمه بده، ولی بایدن از زبان دیپلماسی استفاده میکنه، پرخاشگری و تهدیدات ترامپ رو کنار میذاره و بالاتر از همه قبل از اینکه حتی هر اقدامی در این رابطه بکنه تجدید رابطه با اتحادیه اروپا میکنه و سعی میکنه که هر موضعی در رابطه با وضع ایران بگیره با حمایت کامل اروپا انجام میشه. آقای درویش‌پور، این آقای بلینکن که به نظر میرسید مشاور شاید شورای امنیت ملی آمریکا به اصطلاح در آینده پوزیشنش با ایشون باشه و یکی از نزدیکان همین تیم بایدن هست، گفته بازگشت کامل ایران به برجام و طبعا ما در اون شرایط طبعا تحریم ها برداشته میشه. آیا اونجوری که آقای دکتر فرهنگ میگن بازگشت کامل ایران به برجام کافی هست یا اینکه کافی نیست؟ اونجوری که آقای دکتر فرهنگ دارن میگن که به اصطلاح توافق در مسائل منطقه‌ای و ایشون نگفتن موشک‌های دوربرد مثل دوربرد بالستیکی، ولی حداقل در مسائل منطقه‌ای و اسرائیل یک توافقی طبعا باید به وجود بیاد. امروز هم دیروز هم صبح صادق فکر کنم اگه اشتباه نکنم ارگان سیاسی سپاه پاسداران داره میگه که شروع کرده دعوا رو، اوردی داره میگه که ما تقریبا میخوان کنترل مسئله برجام رو از وزارت خارجه دارن بحث میکنن که دست شورای امنیت ملی ایران بیفته، در نتیجه این جاکینگا شروع شده. شما نظرتون راجع به سیاست ایران بایدن چی هستش؟ به نظر شما همین صحبتی که آقای دکتر فرهنگ میکنن یا که نقدی بر اون؟ نه، نکته به نظرم بسیار مهمی رو ایشون اشاره کردن که با اجازه من یه مقدار سعی میکنم به اصطلاح بست بدم و اونم مربوط به این هست که این تصور که ما ترامپ فقط یک پرانتز توی سیاست خارجی آمریکا در رابطه با ایران بود و برمیگردیم موقعیت دوره اوباما یک توهمه، یعنی چنین اتفاقی نخواهد افتاد. اینکه اوباما به دلایل عدیده‌ای از جمله اینکه میخواست تعامل با جهان اسلامی رو به اصطلاح
در پیش بگیره و وجهه آمریکا رو از این نظر بهتر بکنه، حتی در برخورد با مسائل جامعه ایران با تساهل بسیاری برخورد کرد، حتی در زمینه نقض حقوق بشر سکوت کرد، در زمینه های اون توافق مربوط به برجام و غیره هم که صورت گرفت، ما شاهد این بودیم که به یک معنی این توافقی که صورت گرفت، شاید اگر امروز بایدن بخواد، هرچند بگن که ما خواستار برگشت به برجام هستیم، اما من اصلا این تصور رو نمی کنم که منظورشون به اصطلاح بازگشت به 4 سال گذشته باشه. و با توجه به اینکه توانمندی های نظامی ایران در این دورم گسترده تر شده، چه در موشک سازی و چه در حوزه‌های دیگر، فکر می کنم قطعا ممکنه، این کاملا بحث درسته، لحن تهدید و تنش آفرینی رو که ترامپ در پیش گرفت یا سیاست فشار حداکثری رو در پیش نگیرن، اما من فکر میکنم آقای بایدن یه جایی بین اوباما و ترامپ ایستا خواهند ایستاد، از نظر اینکه نه به اصطلاح زبان تهدید و سرسختی ترامپ رو نشان خواهند داد، نه شاید تساهلی که آقای اوباما داشتن. حتی بهبود رابطه با اتحادیه اروپا، تمام کارشناسان اتحادیه اروپا گفتن که ما بازم به دوره قبل از ترامپ باز نخواهیم گشت و به هر حال این واقعیت رو نمیتونیم نادیده بگیریم. این هم اضافه کنم که این سیاست های تنش آلود، یعنی اگر مذاکره به نفع جامعه ایرانه، به نفع کشور ایرانه، تنش زدایی به نفع مردم هستش، اگر این بحث صحت داشته باشه، تصور این که ما میتونیم یک تنش زدایی با آمریکا بین ایران و آمریکا در ببینیم که در این حال هیچ نوع به رسمیت شناختن اسرائیل رو در بر نداشته باشه، حالا به رسمیت شناختن هم به کار نبریم، تنش زدایی با اسرائیل و عربستان رو هم در بر نداشته باشه، این هم به گمان من خودش یک توهمه. بنابراین ما نیازمند یک نوع مذاکرات و رویکرد مذاکرات هستیم که نوعی تنش زدایی از این مثلث رو در بر داشته باشه، یعنی آمریکا، اسرائیل و عربستان. چقدر جمهوری اسلامی آمادگی این رو داره میدونیم که تا آنجا که میتونه سعی میکنه بر مواضع خودش پافشاری کنه، اما شاید تیم ظریف همونطور مثل بایدن با دیپلماسی بیشتر اهل به اصطلاح گام به گام به سمت مذاکره نزدیک شدن باشه، اما فکر میکنم رهبر جمهوری اسلامی و سپاه پاسداران سخت دندان تیز کردن که امتیاز حتی این مذاکره اگر اجتناب ناپذیرم باشه به نفع به اصطلاح دولت روحانی و ظریف خورده نشه، بلکه به نام خود اصولگرایان سپاه و رهبری خورده بشه که بگن طرف اصلی صحبت ما هستیم، و خود این طبیعتاً کار رو تا حدی دشوار میکنه، ولی به استنباط من جمهوری اسلامی ایران امکان تداوم سیاست نه مذاکره نه جنگ رو تا بی نهایت نمیتونه ادامه بده و دیر یا زود به هر حال باید تسلیم منطق این تنش زدایی منطقه بشه، مگر وگرنه خطر جنگ آفرینی از افزایش خواهد یافت. آقای دکتر فرنگوت، با توجه به صحبت آخر آقای درویشپور و با توجه به اینکه رهبر هم شدیداً نه جنگ نه مذاکره رو چند سال داره مطرح میکنه و این هم مشخصه، هم صحبت اول شما که به ناچار باید در مورد مسائل منطقه‌ای امتیاز بده و بحث بکنه، حالا درجاتش رو و حتی مسئله اسرائیل با قول آقای درویشپور عربستان، آیا جمهوری اسلامی و این نظام رهبر با توجه به شرایطی که توش قرار داره، مسئله واقعیت اقتصادی که در مقابلش الان فعلا قرار گرفتن، آیا تن به مذاکره میدن؟ و به قول یکی از دوستان در داخل کشور دیگه نمیگفتن، نمیگن که جام زهر رو میخورن یا نه، آیا این بشکه زهر یا خمره زهر رو به نظر شما میخورن یا اینکه نه مقاومت میکنن و این رو به اصطلاح دوباره سر فقط هسته‌ای میخوان بحث بکنن و سعی میکنن تحریم ها رو با بازگشت کامل به برجام تحریم ها رو برگردونن و 5-6 سال اینا رو به وادی ناکجا آباد بحث منطقه‌ای برسونن؟ بفهم اجازه میدید اول یه دکته راجع به پرزیدنت اوباما بگم.
که اولا در آمریکا اجماعی وجود داشت که برنامه هسته‌ای ایران باید مهار بشه، به این دلیل که اگر ایران میخواست بالقوه توانایی ساختن سلاح هسته‌ای رو داشته باشه، در اون موقع ترکیه هم 100% میخواست داشته باشه و به احتمال قریب عربستان رو. پرزیدنت اوباما به نظر من برنامه بسیار صحیحی داشت، اومد نگرانی های امنیتی ایران رو در منطقه تو حاشیه برد و تأکید رو گذاشت روی برنامه هسته‌ای و با این کار تونست حمایت روسیه و چین رو جلب بکنه که اینا 6 قطعنامه در شورای امنیت علیه ایران تصدیق کردن. تحریم های اساسی که امروز ببینیم همه در زمان اوباما شروع شد و این موفقیت اوباما در این بود که بیاد برنامه هسته‌ای ایران رو بعد از این که مهار کرد با کمک اتحادیه اروپا و روسیه و چین، بعد از اون هم انتظار ایران این بود که بعد در جهت عادی سازی روابط تجاری و اقتصادی پیش بود، در حالی که اصلا نه نیت پرزیدنت اوباما بود و نه چنین چیزی اتفاق افتاد. بنابراین اعتراضاتی که در ایران به اوباما میکردن این بود که انتظارات اونا بعد از برجام به هیچ وجه برآورده نشد و به نظر من اگر به جای ترامپ هر فرد دیگری اومده بود، خانم کلینتون هم اومده بود و ایران میخواست موشک بفرسته باید بنویسه مرگ بر اسرائیل روی اون موشک، 100% با همین برخوردها و حالا تاکتیک‌ها رو بذاریم کنار ولی تقابل ادامه پیدا میکرد. ولی به طور کلی اون چیزی که ما بعد راجع به این سیاست خارجی ایران بهش توجه بکنیم که مسئله اساسیه اینه که ببینید در قرن 24 انقلاب در دنیا اتفاق افتاد. روسیه بود، چین بود، کوبا بود و ایران. این از همونطور که همه ما میدونیم این انقلابات از جهت محتوی زمین تا آسمون با هم دیگه فرق داشتن ولی در 2 مورد کاملا شباهت داشتن. یکی این بود که رسالتی برای خودشون قائل بودن این انقلاب به جاهای دیگه صادر بشه و یا اینکه این انقلاب به طور مدلی باشه که دیگران بخوان تقلید بکنند و بعد اینکه عرف و روابط سنتی روابط بین المللی رو زیر سوال بردن. اون 3 کشور به این نتیجه رسیدن که انقلاب کالا نیست که صادر بشه و در چارچوب منافع ملی خودشون بعد بیان بازی‌ها و به طور کلی عرف و روابط بین المللی رو به شکلی که قرنها توسعه کرده تو اون بازی بکنن که امروز دارن. ایران هنوز به اونجا نرسیده. ما قانون اساسی ایران رو که میخونیم تو مقدمه قانون اساسی میگه سپاه پاسداران نیروهای نظامی ایران اینها رسالت بین المللی دارن و این رسالت به خمینی هم که اصلا ناسیونالیست رو رد میکرد و هنوز هم ایران حداقل خامنه ای و شرکا هنوز در این خطن که در واقع اینها اگرچه و تا اونجایی هم که اینا موفق شدن به دلیلش تصمیمات خودشون و عمل که خودشون نبوده. در رابطه با حزب الله این اسرائیل بود که 15 سال خاک لبنان رو تسخیر کرده بود و دقیقا تسخیر لبنان بود که زمینه پیشرفت حزب الله رو درست کرد و ایران از اون استفاده کرد. در رابطه با عراق هم که این سیاست خود آمریکا بود که ایران خیلی جالبه که ایران در این سال در موارد مختلف با اسرائیل هم همکاری کرده. یعنی اون تضادها و تناقضاتی که بین این رؤیاهای ایدئولوژیک در سیاست خارجی وجود داره چون هیچ ارتباطی با واقعیت نداره پر از تضاد و تناقضه. مثلا وقتی عربستان سعودی یا مثلا مصر یا اردن با اسرائیل رابطه میخوان برقرار بکنن ایران بلافاصله رابطه دیپلماتیک خودش رو با اینا قطع میکنه ولی روسیه و چین روابط بسیار تنگاتنگ اقتصادی و دیپلماتیک با اسرائیل دارن. در اینجا که میشه موضع ایران اینه که میگه دوست دشمن من میتونه دوست منم باشه که در رابطه با اینکه اگر ما بخوایم بگیم که این رژیم جمهوری اسلامی بخواد در جهت عادی سازی روابط خارجی خودش پیش بره این یک تغییر و تحول درونی در درون این رژیمه. دقیقا همون تغییر و تحولی که در روسیه و چین و کوبا ایجاد شد و رژیم ایران ماهیت فاشیستی این رژیم این که در حریم خصوصی مردم دخالت میکنه و به طور کلی فجایعی مرتکب
میشه که حتی ارتباطی به بقا و منافع خاص خودش هم نداره، اینه که رژیم ایران نیاز مبرمی به دشمن همیشه در کمین و تئوری های توطئه داره. دائم روزنامه های ایران و سخنرانی های ایرانی میخونیم مربوط به دشمن و مربوط به توطئه دشمن. اگر وحشت رژیم ایران اینه که اگر بخواد از این سیاست خارجی درس برداره، پیامدهایی در رابطه با رژیم با جامعه ایران داره. بنابراین وقتی ما راجع به سیاست خارجی صحبت می‌کنیم، در مرحله اول این ماهیت رژیم ایرانه که باید تغییر بکنه برای اینکه بتونه روابط عادی تجاری و اقتصادی و دیپلماتیک با دیگران داشته باشه. اینکه کشورهای دیگه چه نقشی ایفا می‌کنن حاشیه‌ایه. اساس اینه که رژیم تا چه انتاکه میخواد به بلند پروازی ها و به خواب و خیال به این رؤیای صدور انقلاب یا مالی خولیای صدور انقلاب ادامه بده. مشکل اونجاست، نه اینکه در واشنگتن چه اتفاقی میفته یا در پکن یا در اروپا. خب الان در تحت شرایطی که قرار داره جناب آقای دکتر درویش پور، با توجه شرایط اقتصادی و این تحریم های سنگینی که انجام شده، آیا فکر میکنین که این رژیم مذاکره برای برجام و توافق رسیدن، آیا اونجوری که شما هر دوتاتون دارین تا یک حدی بحث میکنین احتیاج داره که توافقات منطقی انجام بگیره و ایران جمهوری اسلامی از اون به اصطلاح توسعه طلبیش در منطقه دست برداره و دست به دتانت و همزیستی مسالمت‌آمیز با و قبول اسرائیل و عربستان سعودی و همه اینا بکنه، یا نه میتونه مثلا به برجام رو مثلا برگرده بهش تحریم‌ها رو برداره و روی اون مسئله پاشو بکشونه سر مسئله منطقی؟ حالا یه نکته ای رو هم اضافه بکنم که این برجام اگر اشتباه نکنم شما میتونید منو تصحیح بکنید که پوینت اولش قرار به گسترش صلح در منطقه بیانجام. کریتیکای آقای اوباما، منم موافق بودم در اون لحظه از سیاست اوباما دفاع میکردم، ولی اصولا کریتیکاش میگن که خب شما دادید پول ایران را آزاد کردید 100 میلیارد 57 100 خورده و مقدار زیادی توی منطقه خرج شد و این برجام به گسترش صلح در منطقه تبدیل نشد. و ما افراط دیگه ترامپ رو داریم که اون به اصطلاح تحریم همه جانبه، خیلی فشار حداکثری که تاثیرات منفی رو جامعه ایران هم گذاشته. بعضیا بحث میکنن که بایدن سیاستش سنتز خواهد بود، نه این نه اون، در واقع باید یه قدم جلوتر هم بره و با اون برجام دوسر هم در بر بگیره. نظر شما چیه آقای دکتر درویش؟ آیا رژیم حاضر دست به قول بعضی از دوستان، من مقالاتی خوندم آقای علیجانی که میگن که حکومت باید شیعه‌گری نظامی امنیتی در منطقه رو تبدیل به شیعه‌گری اقتصادی فرهنگی در منطقه بکنن، آیا این حکومت با این شکل شمایل میتواند چنین کاری رو انجام دهد؟ دست به نمیدونم از کجا شنیدم دست به خود اصلاحی بزنه؟ بفرمایید. بله ببینید، نخست این که این حکومت 40 سال فرصت خود اصلاحی رو داشت، اگر اصلا قادر به خود اصلاحی بود. اصطلاح خود اصلاحی به گمان من حتی از اصطلاح اصلاح پذیری این حکومت عقب مانده تره، اگر این واژه رو بخوایم به کار ببریم. برای اینکه اونایی که از نظیر آقای حجاریان یا غیره از واژه اینکه اصلاح پذیری حکومت سخن میگفتن، میگفتن حداقل فشار از پایین اگر باشه حکومت اصلاح پذیره. اصطلاح خود اصلاحی این که یعنی خود حکومت خودش رو اصلاح بکنه دیگه، نشانه هاست همچین اصلا ادعایی که به گمان من این حکومت نشون داده حتی تحت تاثیر فشار از پایین هم به سادگی عقب نمیشینه. دلایلش هم فکر میکنم روشنه که و نشون داده حتی تحت فشار از پایین هم به سادگی اصلاح پذیری انجام نمیده، چه برسه که بخواد خود اصلاحی رو انجام بده. اما اگر برگردیم به بحث شما، ببینید دو سه تا نکته من می‌خواستم بگم. یکی این که من موافقم که بایدن میاد سیاستی سنتزگونه در برابر آنچه که اوباما و ترامپ انجام داد در پیش میگیره و اصلا بعید میدانم غیر از این هم باشه. بعید میدانم که منظورم هم یک ارزیابی انتقادی از سیاست آقای اوباما نبود، خواستم بگم که به طور واقعی در اون دوره چه کردند
با چه ارزیابی 4 سال بعد با توجه به سیاست های فشار حد اکثری فشار حد اکثری ببخشید با فشار حد اکثری که در واقع چیز آورده به اصطلاح ترامپ آورده، ما شاهد یک به اصطلاح موقعیتی هستیم که این بازگشت به 4 سال پیش رو من گفتم ممکن نیست. اما در مورد با این بحثم موافقم که گرچه رفتارهای یک حکومت رو کنش‌های متقابلم تعیین میکنه، فقط این نیستش که از جانب به اصطلاح مثلا جمهوری اسلامی تعیین میشه، قطعا برخوردهای آمریکا، اسرائیل، عربستان تأثیر میذاره تو اینکه چقدر تنش متقابلا افزایش پیدا بکنه یا نه، کمون که این سیاست فشار حداکثری ترامپ هم تأثیر گذاشت در گسترش تنش ها و بن‌بست رساندن امکان مذاکرات. اما میخوام بگم که ما باید در نظر بگیریم یک، فشار جامعه مدنی ایران بر پایان بخشیدن به تنش ها و میلیتاریسم حکومت اسلامی است. یعنی مردم ایران خواستار این نیستن. خیلی سریع با شعارهایی که حالا بگیم ناسیونالیستی است، نیست، نه غزه، نه لبنان، جانم فدای ایران، یعنی اینکه در واقع میگن این ثروت کشور ایران رو صرف هزینه‌های نظامی در اونجاها نکنید، برای توسعه طلبی های نظامیتون صرف خود مردم بکنید، نیست. بنابراین مذاکره و تنش زدایی چیزی است که به گمان من مردم استقبال خواهند کرد، هم از بابت کاهش تحریم‌های اقتصادی که کمرشکن مردم رو تحت فشار قرار میده، هم از بابت برطرف کردن ابرهای احتمالی جنگ در ایران، هم از بابت اینکه فکر میکنن این شاید مدخلی بشه که بتونه جامعه مدنی به جای اینکه منگنه بشه بین میلیتاریسم و فوندامنتالیسم که بین تنش ها معمولا وقتی جنگ از تنش های منطقی هست جامعه مدنی به حاشیه رانده میشه، ولی وقتی این تنش ها کاهش پیدا بکنه جامعه مدنی بخت این رو پیدا میکنه که بیشتر به میدان بیاد و بهانه سرکوب هم از دست به اصطلاح حکومتگران نه که گرفته میشه، کمرنگتر میشه، کمتر میتونن توجیه کنن با این عناوین. از این منظر نگاه بکنیم به نظر من جامعه ایران قطعا فشار خواهد آورد که حکومت جمهوری اسلامی به عقب نشینی واداشته بشه و به اصطلاح به سمت مذاکرات بره. اما نکته آخری که میخوام بگم یک بحث استراتژی پایداره، چه در مورد اپوزیسیون چه در مورد حکومت. در مورد حکومت تاکنون استراتژی پایدارش عبارت از این بوده که چون ما هیچ متحد جهانی نداریم، متحدا همه موقتی هستن، دشمن دشمن من دوست من است، گاهی دوست دشمن من هم دوست من است، جناب فرهنگ به درستی اشاره کردن، بنابراین نوع رفتارشون این گونه است که با میگن با نظامیگری ما میتونیم با توسعه به اصطلاح عمق مقاومت میتونیم اقتدار خودمون رو حفظ بکنیم و مانع از این بشیم که حکومت اسلامی مثلا سرنگون بشه، رژیم چنج بشه یا در واقع تحت تنش‌های نظامی این گونه قرار بگیره. این یک مدله. این مدل در یک کشور جواب داده، کره شمالی، اما حتی در اون کشور هم که جواب داده که به بمب اتم دست یافته و این به این گونه تونسته بازدارنده بشه، اولا یک متحد جدا استراتژیک چین رو داشته، نباید فراموش بکنیم. ثانیا کره شمالی مثلا از لحاظ ژئوپلیتیک اون اهمیتی که خاورمیانه و ایران داره نداشته، نه از نظر نفت نه از موقعیت ژئوپلیتیک که اصلا گرهگاه منبع انرژی جهانه، و ثالثاً کره شمالی که به قیمت حتی فقیرتر شدن هرچه بیشتر مردم این گونه رفتار کرده، میبینیم از منظر توسعه و در واقع تمام معیارهای جهانی جزو کشورهای بسیار بدبختی محسوب میشه که فقط به اعتبار اقتدار نظامیش هست که تونسته به نوعی با نقش بازدارندگی رو ایفا بکنه. در مورد ایران میخوام بگم چنین اتفاقی نخواهد افتاد. نه ایران متحد استراتژیکی داره، نه دشمنی که ایران با اسرائیل داره اونقدر حساسیت برانگیزی که برای آمریکا داره، کره شمالی همچین رابطه‌ای نداره، اینا مهمه. بنابراین تصور این که نه آمریکا اجازه خواهد داد که ایران به بمب اتم اصلا دست پیدا کنه. بنابراین اگر استراتژی پایدار حکومت اسلامی
برپایی توسعه نظامی یا حتی در صورت امکان دست یافتن به بمب اتم باشه، این بمب دست یافتن به بمب اتم رو محال اجازه بدن. شاهد این هم هستیم که این استراتژی نظامی هم داره به رغم دستاوردهایی که داشته با چه چالش‌های جدی روبرو میشه، هم فشار اسرائیل، عربستان، آمریکا و حتی اتحادیه اروپا در این زمینه برای مهار، هم این که در خیلی از این کشورها که این همه هزینه صرف کرده حکومت اسلامی، اعتراضات علیه حکومت اسلامی و مداخلاتش افزایش پیدا کرده. بنابراین راهی دیگری که ما یک راه دیگری داریم برای استراتژی پایدار این هستش که تعامل دیپلماتیک، اقتصادی، سیاسی رو با کشورهای منطقه و جهان پیرامون داشته باشیم، دیکتاتوری سیاسی رو در داخل ادامه بدیم. این مدلی است که به گمان من آقای روحانی ایدئالش اینه، یعنی نوعی مثل چین رفتار کردن که بتونن در حوزه دیپلماتیک تعامل پیدا کنن ولی در حوزه داخلی حتی تغییرات عمده‌ای نداشته. تا اونجا که به اپوزیسیون ایران برمیگرده، به نظر من یک رویکرد به اصطلاح استراتژی پایدار دیگری داره که صلح و دموکراسی رو به یکدیگر گره زدن. ما خواستار امنیت، صلح و دموکراسی هستیم، بنابراین همونقدر که برای در واقع از امر مذاکره برای تنش زدایی به گمان من باید استقبال کرد، اما این رو به بهانه تثبیت دیکتاتوری سیاسی در ایران نباید جستجو کرد، بلکه باید در این حال این رو گره زد به خواست اکثریت مردم ایران برای به اصطلاح گذار به دموکراسی، تغییر عبور، گذار از این نظام، گذار از این وضعیت و نوعی انتخابات آزاد و یک دموکراسی که فکر میکنم یک استراتژی پایدار با تحقق دموکراسی در داخل کشور، تنش زدایی بین المللی و گسترش روابط اقتصادی بین المللی این بخش رو خواهد داد که صلح رو در منطقه در کنار امنیت و دموکراسی تامین کنه. با توجه به صحبت‌های آقای دکتر درویش جان و دکتر فرهنگ، منم دو سه تا نکته رو که مربوطه بیارم. آقای زیدآبادی بحث می‌کنن که یک بخشی از این حکومت اگه دست به مذاکره بزنه پایه سنتی خودش از دست میده و مجبور شیفت بکنه بیاد متکی بشه به بخش متوسط جامعه، یعنی در درون خودش استحاله‌ای که بعضی از دوستان صحبت میکنه ممکنه این مذاکره و تغییر رویکرد در سیاستش منطقیش تبدیل به استحاله درونیش بشه که شاید خود استحاله، خود اصلاحی شاید واژه خوبی باشه. آیا واقعا از دید مردم ایران و دموکراسی مردم ایران به طور کلی آیا توافقی هم حاصل بشه با اینها، با جمهوری اسلامی توافقی هم در این مرجع برجام بکنه، آیا ادامه سیاست های حکومت در منطقه و خرج کلان در منطقه و فساد ساختاری که در حکومت وجود داره، آیا این عوامل هم از بین باید بره، آیا وگرنه خب تغییر ملموسی در زندگی مردم ایران به نظر میاد که به وجود نیاد. ملموس به این مفهوم که دیگه همه چی سقوط نخواهد کرد خب ممکن اتفاق نیفته، ولی اون سراشیبی که مرد در جامعه در کل درش وجود داره مثلا با حتی با رسیدن با توافق در زمینه هسته‌ای و برجام توسط جمهوری اسلامی، این برای مردم ایران ممکنه بهره چندانی نداشته باشه. سوال من اینه آیا اپوزیسیون دموکرات باید خواهان به اصطلاح گذاشتن شرط حقوق بشر، نه تعهدات، اجرای تعهدات حقوق بشری یا انتقال نسبی قدرت به مردم از طریق انتخابات آزاد یا باز شدن آزادی تمام زندانیان سیاسی و عقیدتی در ایران، همچین شروطی رو اپوزیسیون دموکرات باید سعی بکنه، نه اینکه بتونه، سعی بکنه به عنوان نکاتی در درون این مذاکره. میدونم که جمهوری اسلامی و آمریکا منافع خودش رو دنبال میکنه، ولی آیا اپوزیسیون باید عملیات اینجا داشته باشه، شرط و شروطی رو بگذاره، یا باید پاسیو باشه و بگه هر چی که شد شد، مذاکره بکنن، هر تأثیری، هر نتیجه گرفته شد گرفته بشه؟ ببینید بعد این بحث ما داریم دو تا مسئله رو با هم قاطی میکنیم که میتونه ما داریم راجع به اون چیزی که هست تجزیه و تحلیل میکنیم، نه اون چیزی که باید باشه و یا ما آرزوشو داریم. این دو تا رو باید اصلا جدا بکنیم. این که ما بگیم
اپوزیشن مخالفین رژیم میگن ایران باید در چارچوب منافع ملی تصمیم بگیره و رفتار بکنه و منافع ملی یعنی تاکید روی رفاه و امنیت و حیثیت جامعه. من معتقدم که رژیم جمهوری اسلام ماهیتاً توانایی این کار رو نداره. ماهیتاً توانایی این کار رو. قانون اساسیشون رو بخونین، رفتارشون رو بخونین، همون هم. برگردیم به این که بگیم این موجودی که در اونجا هست برای بقای خودش، توجه داشته باشیم که ثبات و بقای رژیم انگیزه اصلی فاشیست حاکم بر ایران در مذاکره و رفتار با خارج. یه نکته دیگه ای که در اینجا بخوام بگم اینه که در سیاست خارجی کشورها میتونن دخالتهایی در جاهای دیگه بکنن که این دخالتها به نتیجه نمیرسه و هر چقدر هم جلوتر میرن روشنتر میشه که دارن وقت و انرژی و منابع خودشون رو به هدر میدن. ولی در روند این که این اتفاق میفته اعتبار خودشون میاد در گروه اینکه این ماجرا، این دخالت چجوری میتونه تموم بشه. بهترین نمونه ویتنام. آمریکایی‌ها 7-8 سال قبل از اینکه از اونجا بیان بیرون بر مبنای اسناد مدارکی در وزارت دفاع منتشر شد به این نتیجه رسیده بودن که اینجا نتیجه نظامی برای اینا، پیروزی نظامی وجود نداره، ولی چنون اعتبارشون گیر کرده بود که 7 سال دیگه ادامه دارن. 3.5 میلیون ویتنامی کشتن، بیش از 60,000 آمریکایی کشتن و آخرم با اون افتضاح اومدن. یا روسیه، اتحاد جماهیر شوروی در افغانستان، اونم یک ماجرا. یا امروز باز آمریکایی‌ها در افغانستان. ایران هم به نظر من در این ماجرا گرفتار شده. وقتی در خاورمیانه یه دولتی میاد میگه که همه مسلمان‌ها با هم متحد بشن و این شعارهای مهمن رو میده، یعنی مقصودش اینه که همه بیان زیر پرچم من. ناصر وقتی اتحاد عربی رو صحبت میگه همه بیان زیر پرچم من، صدام حسین یا حافظ اسد و غیر زال. ایران هم دقیقاً تو این خطه. هر چقدر که جلوتر رفتیم اینجا وقت صحبت و گفتگوش نیست، ولی ایران بیلیون ها دلار خرج کرده، اعتبار خودش رو در اونجا در گروه پیامد اونجا داشته و روز به روزم مشکلاتش در عراق، در سوریه، مثلا در سوریه با روسیه تضاد دارن. سوریه به هیچ وجه نمیخواد ایران در روسیه به هیچ وجه نمیخواد ایران در سوریه خطری برای اسرائیل بشه، روابط خوبی با اونا داره. ولی در ضمن چون خودشون نمیخواستن نیروی پیاده نظام در اونجا داشته باشن، این مسئولیت رو گذاشتن به گردن ایران و کسانی رو که ایران میتونست از افغانستان و پاکستان و عراق جمع بکنه ببره اونجا. یعنی استفاده ابزاری از جمهوری اسلامی برای منافع خودشون. بنابراین این رژیم ایرانی که الان این اعتبار خودش رو در چارچوب خودش، این که ما چی میخواییم و اپوزیشن چی مینا رو بذاریم کنار، اینه که رژیم ایران گرفتار این بن‌بست شده که چگونه خودش رو از این ماجرا نجات بده بدونه که اعتبارش در پایه اجتماعی خودش در داخل و در منطقه لطمه بهش نخورده، که 100% خورده، راه فراری از اون جهت براش نیست. بنابراین این باز داره صحبت بکنه و اگر ایران بخواد از تمام دخالت‌های نظامی که در منطقه داری بکنه خارج بشه و به قول مردم ایران بگه برگردیم به من رفاه و منافع خودمون رو در نظر بگیریم، در واقعیت ماهیت رژیم ایران تغییر کرده، همونطور که در چین تغییر کرد، در اتحاد شوروی تغییر کرد و در کوبا تغییر کرد. و من شخصا فکر میکنم تا زمانی که خامنه‌ای زنده است ما چنین تحولی رو نبریم. ولی توجه داشته باشیم که رژیم ایران نه اعتقاد به اخلاق و معنویت و ایدئولوژی داره. اوائل امر این رژیم های ایدئولوژیک وقتی میان صحبت از ارزش ها میکنن، ولی با گذشت زمان ارزش ها ابزاری میشن در خدمت قدرت و در خدمت بقای رژیم. ایران دقیقا توی اون خطه. کی به بن‌بست میرسه که باید خلاص بشه نمیدونیم، زمانش رو نمیدونیم، ولی به بن‌بست رسیدن ایران در منطقه اجتناب ناپذیره. این بن‌بستی که در اون موقع میتونه برای اپوزیشن فرصت‌های امکانات ایجاد بکنه، ولی اون بحث کاملا جداست از اینکه جمهوری اسلامی به شکلی که هست در رابطه با چالش‌هایی که در منطقه یا جهان باش روبروست چه می‌خواد بکنه. آخرین نکته‌ای که ایران از نظر اقتصادی سخت
نیاز به سرمایه گذاری خارجی داره برای مدرنیزه کردن تأسیسات نفتی و انرژی ایران و بسیاری مسائل دیگه، ولی هرگز سرمایه خارجی به کشوری نمیره که در اونجا امنیت وجود نداره که آیندهش معلوم نیست. و اگر ایران بخواد برای اونا امنیت و امنیت داخلی ایجاد بکنه، باید به عنوان خطر برای همسایگان یا ادعاهای بلند پروازی در منطقه دست برداره، که اینو من بسیار بعید میبینم در آینده نزدیک که هنوز خامنه‌ای زنده است. خب برای اینکه به قول آمریکایی دیولز ادوکیت، من به اصطلاح موزه مخالف رو بگیرم و بحث رو ادامه بدم با آقای دکتر درویشپور، واقعیت اقتصادی جامعه ایران به یک جایی رسیده، حکومت ایران که خزانه خالیه و کسری بودجه داره و البته یه مقداری با بازی‌های در بازار سهام، با شارلاتان بازی دولت در واقع پول رو از جیب مردم یه مقداری کشیده، ولی با تمام این احوال قدرت مالیش خیلی کمه و همه میدونیم که در شرایط بسیار بسیار دشواریه که همه منتظرن که در بخش‌های مختلف اقتصادی جامعه ایران منتظرن که حکومت به اصطلاح این خمره شراب رو، خمره زهر رو در واقع بخوره و تسلیم بشه. یعنی این فشار واقعی وجود داره، زمینه که بحث شما هم هست که ماهون عوض میشه اگه این کارو بکنه، در یک گازنبوری در واقع قرار گرفته، در یک فشاری که مردم، چون زندگی مردم به هر صورت شرایط تورمی بسیار ناجوره و یک جایی، من قبول دارم دوستان که فقر اقتصادی و شرایط بدتر شدن خودش منجر به انقلاب نمیشه، ولی برای حکومت ثبات اجتماعی ضروریه، پایداری و ثبات اجتماعی. این که همون بحثی که آقای چیز کردن، آقای چیز از فکر کنم آقای درویشپور از چیز خارج شدن، منتظر میشیم تا ایشون. آقای دکتر فرنگ شما صحبت رو ادامه بدین و این که نکاتی که من میگم به هر صورت داره میاد. درویش مرداد برگشتی؟ بله بله. خب هم من چیز زیادی دیگه نگفتم، گفتم که این در درون یک فشاری هست و ملاحظات واقعی، و ضمن که بحث های دکتر فرهنگ میگن که بحث واقعی در مورد مذاکره و شرایط حکومت یه مقدار اینو تفکیک میکنن از بحث اپوزیسیون، ولی آیا واقعا اپوزیسیون باید بگه برین مذاکره بکنین نکنین با مردم ایران؟ مثل رهنمودهاش اپوزیسیون دموکرات باید باشه، باید بگی که من کنار، شما خودتون با هم بسازین، یا اصلا بگیم اصلا با هم نمیتونن بسازن، تموم شد رفت. ببینید من دو نکته بگم در این مورد. نکته به نظرم بسیار سوال مهمی هم مطرح کردید. یکی این که تو دور قبلی بحث خواستم یک نکته بگم، ما به هر حال به عنوان مخالفان حکومت اسلامی ممکنه گاهی توانایی های این حکومت هم دست کم بگیریم و این ما رو به یک نوع خوشخیالی یا خوشبینی واداره. من در جاهایی شاید بسیاری گفتم، اندکی طنز تندی است، ولی گفتم این حکومتی که ما در این 40 سال رفتارش رو دیدیم، اگر ضرورت پیدا بکنه همین رهبر همین حکومت استریپتیز هم میکنه برای حفظ قدرت. یعنی با این به اصطلاح طنز خواستم بگم که قدرت پراگماتیسم این حکومت رو دست کم نباید گرفت، بنابراین برای حفظ بقای خودش خیلی چیزایی رو که ما ممکنه دور از تصورمون باشه بهش تن بده، کما اینکه هر بار در این زمینه ما رو شگفت زدم کرده و نشون داده قدرت پراگماتیسمش بسیار بالاست. فقط ما رو جنبه ایدئولوژیک، از ایدئولوژیک بودن این حکومت نمیتونیم توانایی های پراگماتیسمش رو برای حفظ قدرت، اونم بعد از 40 سال که منافع سرشاری رو ایجاد کرده براش، به اصطلاح دست کم بگیریم. این نکته. بنابراین میخوام بگم توان روی آوردن حکومت به مذاکره رو به رغم همه ملاحظاتی که گفتیم رو دست کم نباید گرفت. نکته دوم در مورد اون چیزی بود که اتفاقا من در طرح اول با یک پافشاری مطرح کردم و در سوال شما مستطره. ببین من گفتم سه تا استراتژی داریم، یه استراتژی چهارمی هم هستش که چون مورد به گمان من علاقه اپوزیسیون دموکراتیک نیست به اون اشاره نکردم. یه استراتژی اینه که حکومت از طریق توسعه طلبی نظامی سعی کنه به بقای خودش ادامه بده. این استراتژی اصلی است که بنیادگرایان خامنه ای دنبال کردن. استراتژی عمق به اصطلاح مقاومت استراتژیک یک همچین معنایی داره. حکومت تا آنجا که بتونه سعی میکنه برای این پایه استوار باشه، این یک استراتژی پایدارشه،
لحظه‌ای نیست. گفتم جناح‌های اصلاح طلب یا اعتدالگرا در درون این حکومت به شکست این استراتژی به اصطلاح متوجه شدن و اینکه این نمیتونه با توجه به هزینه‌های سنگینی که داره، پیامدهای تنش‌آفرینی که داره، اعتراضاتی که حتی مردم کشورهای عراق و لبنان و غیره علیه حکومت اسلامی هم کردن به خاطر مداخلش، اونها بیشتر گفتن مدل چینی رو دنبال میکنن، یعنی امنیت و تنش‌زدایی منطقه‌ای و بین المللی، ولی مثلا در سطح داخلی این حکومت اسلامی باقی بمانه، درست آن کاری که تنگ سیاوپینگ به اصطلاح سعی کرد بکنه که بیشتر در شروع دیگر دیسی هاشو با امنیت بین المللی و دیپلماتیک سعی کرد تأمین کنه، بعد چرخش های اقتصادی. گفتم تا به سومین به اپوزیسیون جمهوری خواه و دموکراتیک چجوری نگاه میکنه. گفتم این اپوزیسیون نه از استراتژی توسعه نظامی حکومت دفاع میکنه، نه از پروسی چینی کردن ایران دفاع میکنه، ضمن این که از تنش زدایی، مذاکرات به اصطلاح و پایان یافتن خطر جنگ حملات نظامی در منطقه دفاع میکنه، در این حال دموکراسی و رفاه مسئله کلیدیشه. بنابراین با گره زدن این، یک چشمانداز دیگری از معنای استراتژی پایدار برای صلح پایدار، امنیت پایدار در منطقه و کشور ارائه میده. یک گروه دیگری هم داریم که معرف حضور همه ما هست، اون اپوزیسیونی که امیدشو به این بسته که این حکومت از طریق مداخله خارجی و چلپیسم و غیره سرنگون بشه و بعد از اون طریق به صلاح مملکت به امنیت و صلح برسه، که تمام تجربه عراق و افغانستان و سوریه و یمن و غیره نشون میده، لیبی ببخشید، نشون میده که این مدلی که بخشی از اپوزیسیون متکی به قدرت‌های خارجی هم هست به هیچ وجه به صلح و امنیت منجر نمیشه. بنابراین به گمانم مهم تاکید بکنیم اینکه چه اتفاقی میفته، تفسیرشو صحبت کردیم، اینکه از منظر یک اپوزیسیون جمهوری خواه در این زمینه وقتی میخواد سیاست ورزی بکنه، به گمان من ضمن استقبال از هر نوع تنش زدایی عمیقا بر این باور این تلاش رو میکنه که از این فرصت برای برانگیختن جامعه مدنی، گسترش گفتمان دموکراتیک و چالش حکومت اسلامی استفاده بکنه و نه اینکه فقط به اصطلاح به سیاه لشکری تبدیل بشه که گویا فقط مسئلهش مذاکره و رفع تحریمه. اینا مهمه، باید استقبال کرد، ولی همونطوری گفتم یک استراتژی پایدار اپوزیسیون دموکراتیک بر تقویت جامعه مدنی، توسعه رفاه اقتصادی و تأمین دموکراسی به عنوان بخشای لاینفکی از یک استراتژی پایدار برای صلح و امنیت و رفاه در منطقه معنا پیدا کنه. حدود 3 دقیقه مونده جناب آقای دکتر فرهنگ، نفری 1.5 دقیقه اگه صحبت‌های نهایی رو اگه بکنید، آیا واقعا منافع غرب این نیست که یک نظارتی روی پروسه در مذاکرات که انجام میشه در نهایت جامعه مدنی ایران نیرومند باشه و نظارت داشته باشه و منافع خودش رو با استقلال بتونه در مقابل حکومت به اصطلاح نظارت بکنه که پولها و منابع در منطقه خرج نمیشه و به اصطلاح این بخشن به اصطلاح منافع غرب رو هم تامین بکنه، یا اینکه نه این اصلا این در مذاکرات نمیتونه جایی داشته باشه و اصلا حقوق بشر نقطه اصلا مهم نیست، داریم نباید مهم باشه و مهم نیست. بفهم واقعیت تبریه که سیاست خارجی آمریکا هر وقت که بین حقوق بشر و منافع اقتصادی یا امنیتی کشور تضاد است، حقوق بشر بازنده است از جهت کلی. ولی اتفاق افتاده که مثلا خصوصا قبل از فروپاشی شوروی، دفاع از حقوق بشر در کشورهای اروپای شرقی و روس به نفع آمریکا بود، برای اینکه در اونجا هیچ تضادی بین دفاع از حقوق بشر و منافع امنیتی وجود نه. این یه واقعیتیه. اون حقوق بشر ما وقتی در دنیای غرب راجبش صحبت میکنیم، بیایم خارج از دولت، امروز دیدبان حقوق بشر، عفو بین الملل و ده‌ها و صدها تشکیلات حقوق بشری که دارن روی افکار عمومی تاثیر میذارن،
ما از اونها کمک میخوایم، با اونها میخوایم همکاری بکنیم، نه اینکه برگردیم به دولت. حالا هر کسی که میخواد در رأس دولت باشه، ولی وقتی ما میگیم که دولت آمریکا توجهی به حقوق بشر در ایران نداره، به این معنا نیست که در آمریکا با مطرح کردن حقوق بشر مهم نیست. به هیچ وجه. همین به اصطلاح برنامه ای که عفو بین دیدبان حقوق بشر و عفو بین الملل دارن که صحبت کردن، یک نمونه به اصطلاح این واقعیت. این توجه کردن کشورهای خارجی سراسر تاریخ به طور کلی اونا در چارچوب منافع خودشون عمل میکنن. بنابراین ما باید ببینیم که کسانی که مخالف که برخورد با این مسائل خیلی تاکتیکیه، یه کلی بافی راجبش نمیشه کرد، ولی این که ما این انتظار داشتیم که یه عده از ایرانی ها واقعا تحت تاثیر اون فرهنگ بیمار استبدادی در ایران میشینن اینجا تو درست میکنن که ترامپ بیاد بره در ایران اعلی حضرت رو بنا بکنه، واقعا این نه تنها از جهل سیاسی میاد، حالا از جهت ارزشی و اخلاقی بذاریمش که دار، یه جهل سیاسی میاد که همچیزی امکان پر. بنابراین که همطور که آقای دربیش رو گفتن، مبارزات اون چیزی که ما چی میخوایم مهمه برای خارجی ها، ولی در زمان فهم این که چی هست نباید اجازه بدیم که دلخواه ما یا آرزوهای ما تأثیر بذاره فهم ما رو از موجودیت. اون چیزی که هست، اون چیزی که با اولین کسی که راجع به موضوع حرف زد ارسطو بود در کتاب پاوتیکسش 2400 سال قبل. برای کسانی که وارد فعالیت‌های سیاسی میشن همیشه باید سعی بکنن که بین این دوتا چپی‌ها یک اصطلاح جالبی در اون موقع داشتن، مذاکرات درون خلقی، یعنی اون چیزایی که ما در درون خودمون میخوایم واقعیات رو ببینیم، یا اون دقیقاً صحبتی که آقای درویش پور کردن که امکانات این رژیم رو ببینیم، ولی نه به این معنا که بیایم بیرون راجع بهش صحبت بکنیم. این درون خلقی بودن یعنی واقعیات رو دیدن و در کنار اون آرزوها و آمال خودمون رو مطرح کردن. من خیلی کوتاه میگم، من تاکید میکنم که ضمن تایید بسیار از فرمایشات جناب فرهنگ، خواستم اینو فقط اضافه کنم که ما باید این مسئله رو چه همون حرفی که به اتحادیه اروپا میزنیم که مذاکرات برای عادی سازی روابط، توسعه روابط اقتصادی اجتماعی با ایران، تنش زدایی، ما اینا رو مثبت میدونیم. اینطوری نیستش که خواستار جنگ و حمله نظامی یا گسترش تحریم‌های اقتصادی باشیم، اما بر این باور اینکه در مذاکرات حقوق بشر نباید فدا بشه. بنابراین اعمال فشار بر سر مسئله حقوق بشر، چه در سطح نهادهای بین‌المللی، چه حتی در اعمال فشار به دولت‌های غربی، به گمان من این مسئله باید مطرح بشه که یکی از حوزه‌های در واقع پیکار ما برای صلح و امنیت، پیکار برای دموکراسی است، و در مذاکرات مسئله حقوق بشر این نباید به اصطلاح به فراموش سپرده شدن و به حاشیه رفتن حقوق بشر منجر بشه. چقدر عملی خواهد بود یا نه یه بحث دیگه است، همونطوری گفتم به حاشیه رانده خواهد شد، ولی خاص ما باید مسئله به حاشیه نراندن حقوق بشر همواره به عنوان یک خاص اپوزیسیون دموکرات در این رابطه مطرح باشه. با تشکر از شما آقای دکتر فرهنگ و آقای دکتر درویش‌پور، تا برنامه دیگر، مرسی.